بیان حال خودپرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السلام. هر که از ایشان گفت از عیب و گناه و زر چون سنگ و از جان سیاه و سبکداری فرمانهای او و از فراغت از غم فردای او و از هوس و از عشق این دنیای دون چون زنان مر نفس را بودن زبون وان فرار از نکته های ناسهان وان رمیدن از لقای صالحان با دل و با اهل دل بیگانگی با دل و با اهل دل بیگانگی با شهان تزویر و روبه شانگی سیر چشمان را گدا پنداشتن از حسدشان خفیه دشمن داشتن سیر چشمان را گدا پنداشتن از حسدشان خفیه دشمن داشتن گر پذیرت چیز تو گویی گداست ور نگویی زرق و مکر است و دغاست گر در آمیزد تو گویی طامع است ور نگویی در تکبر مولع است یا منافقوار عذرآوری که من مانده ام در نفقه فرزند و زن نه مرا پروای سرخاریدن است نه مرا پروای دین ورزیدن است ای فلان ما را به همت یاد دار تا شویم از اولیا پایان کار این سخن نه هم ز درد و سوز گفت خوابناکی هرزه گفت و باز خفت هیچ چاره نیست از قوت عیال از بون دندان کنم کسب حلال چه حلال ای گشت از اهل زلال غیر خون تو نمی بینم حلال از خدا چارستش و از لوت نه چارش است از دین و از طاغوت نه ای که صبرت نیست از دنیای دون صبر چون داری ز نعم الماهدون ای که صبرت نیست از ناز و نعیم صبر چون داری از الله کریم ای که صبرت نیست از پاک و پلید صبر چون داری از آن کین آفرید کو خلیلی که برون آمد ز غار گفت حافظ ربون هان کو کردگار من نخواهم در دو عالم بنگریست تا نبینم این دو مجلس آن کیست بی تماشای صفتهای خدا گر خورم نان در گلو ماند مرا چون گوارد لقمه بی دیدار او بی تماشای گل و گلزار او جز بر امید خدا زین آب خر کی خورد یک لحظه الا گاو و خر آن که کل انعام بود بل هم ازل گرچه پر مکر است آن گند بغل مکر او سرزیر و او سرزیر شد روزگاری برد و روزش دیر شد فکاهش کند شد عقلش خرف عمر شد چیزی ندارد چون الف آن چه میگوید در این اندیشه ام آن هم از دستان آن نفس است هم وان چه میگوید غفور است و رحیم نیست آن جز حیله نفس لئیم ای ز غم مرده که دست از نان تهیست چون غفور است و رحیم این ترس چیست؟